بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز. خوش آمدید به اخبار شیعه در افق پانوراما. پیشاپیش فرا رسیدن سال جدید نوروز و سال شمسی را خدمت شما بینندگان عزیز برنامه پانوراما تبریک و تهنیت عرض می کنم. آمریت امر به معروف گروه طالبان با انتشار اطلاعی نوشت تجلیل از نوروز رسم و رواج غرب و غیر اسلامی است و با برگزار کنندگان آن برخورد قانونی صورت می گیرد. گفتنی است در حالی طالبان برگزاری مراسم نوروز را حرام اعلام کرده که در منابع روایی شیعه احادیثی در تأیید نوروز نقل شده است. در روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، آداب و اعمال خاصی نیز برای نوروز نقل شده و برخی علمای شیعه همچون علامه مجلسی این روایت را تایید نموده است. نوروز آغاز سال نو هجری شمسی و برابر با اول فروردین است که شهروندان برخی کشورها مانند ایران، افغانستان، تاجیکستان و مناطق شمال عراق آن را جشن می‌گیرند. ۲۴,۰۰۰ خانواده آمریکایی در طول ماه مبارک رمضان تحت پوشش انفاق مسلمانان از طریق خیریه ICNA ریلیف خواهند بود. به گزارش اخبار شیعه به نقل از رپورتی تایمز، به گفته مسئولان این خیریه، اولین توزیع بسته‌های مواد غذایی از بیش از 50 انبار در 24 ایالت آغاز شد. بسته‌های غذا شامل اقلامی مانند برنج، آرد، روغن و مواد غذایی دیگر است که به طور سنتی در ماه رمضان مصرف می شود. علاوه بر مواد غذایی، خانواده های نیازمند کمک های مالی هم دریافت می کنند. یافته‌های جدید پژوهشگران از تأثیر جدی ماده تریکلوروئتیلن روی سلامت افراد و ابتلا به بیماری پارکینسون خبر می‌دهد. این ماده شیمیایی زمانی به صورت گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گرفت که تولید قهوه بدون کافئین، استفاده به عنوان شوینده در خشک‌شویی و ساخت لاک غلط‌گیر از جمله کاربردهای آن بودند. شایان ذکر است که در 30 سال گذشته تعداد موارد ابتلا به پارکینسون 2 برابر شده و انتظار می‌رود این مقدار تا سال 2040 برای بار دیگر جهش 2 برابری را شاهد باشد. یک مقام ارشد سازمان حقوق بشر اظهار داشت در بررسی‌های انجام شده در جهان ما شاهد از بین رفتن صلح جهانی هستیم. کمیساریای عالی حقوق بشر روز گذشته هشدار داد زندگی 1/4 از بشریت در بستر جنگ‌ها و نارامی‌ها قرار دارد که متأسفانه در این بین غیر نظامیان بیشترین دردها و رنج‌ها را متحمل می‌شوند. وی همچنین نسبت به محدودیت‌های جدی افراد در فضای مدنی و نیز بازداشت‌های خودسرانه فعالان حقوق بشر نیز ابراز نگرانی کرده. آژانس حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف طی تحلیلی جدید اظهار داشت حدود 190 میلیون کودک در 10 کشور آفریقایی با خطر کمبود آب، بهداشت و بیماری‌های مرتبط با آن مواجه هستند. کنفرانس بحران آب در سازمان ملل متحد قرار است در 22 تا 24 مارس 2023 برگزار شود. شایان ذکر است برای اولین بار در طی 46 سال گذشته رهبران جهان و سازمان‌های مربوط گرد هم می‌آیند تا پیشرفت‌ها در جهت تضمین دسترسی آب شرب و بهداشتی و فاضلاب را بررسی کنند. آژانس غذایی سازمان ملل متحد در افغانستان اظهار داشت کمبود بودجه باعث کاهش کمک‌های بین‌المللی به نجات حداقل 4 میلیون شهروند افغانستانی در ماه مارس شده است.
برنامه جهانی غذا WFP درخواست کمک مالی فوری برای مردم افغانستان از مراجع ذی‌صلاح را خواستار شد. گفتنی است مردم افغانستان از زمان تسلط سنی های تندروی طالبان در سال 2021 با بحران های از جمله گرسنگی شدید مواجه بودند. دانشمندان چینی موفق شدند تا یک بیماری به نام ورم رنگیزه‌ای شبکیه که از علل اصلی کاهش بینایی محسوب می شود را به طور موثری در موش‌ها درمان کنند. محققان برای این کار از روش جدید از ویرایش ژنوم مبتنی بر کریسپر استفاده کردند که به طور بالقوه می تواند جهش‌های ژنتیکی متعددی که مسئول ایجاد بیماری‌های مختلف هستند را درمان کنند. فرایند کریسپر به دانشمندان اجازه می‌دهد تا به استفاده از آنزیمی به نام CAS9 تا به طور دقیق ژن‌ها را از رشته‌های DNA جدا کنند. پس از آن ژن‌ها را می‌توان تغییر داد و جایگزین یا حذف کرد. تا کنون از این فناوری در زمینه‌های مختلفی مانند کاهش زمان گلدهی درختان و مبارزه با سرطان استفاده شده است. مرکز تحقیقات و پژوهش‌های آستان مقدس حسینی علیه السلام از چاپ موسوعه تحقیقات و پژوهش‌ها کنفرانس علمی بین‌المللی زیارت اربعین خبر داد. مصطفی محسن شاکر، مسئول مرکز تحقیقات و پژوهش‌های آستان مقدس حسینی علیه السلام، ضمن اعلام این خبر افزود این موسوعه 5 جلدی و با عناوین و موضوعات مختلف است که به جنبه‌های مختلف اربعین حسینی علیه السلام پرداخته است. تشکر از همراهی شما با خبر پانوراما. خدا نگهدار.